اول رجب، میلاد فرخنده پنجمین پیشوای تشیع انقلابی، شکافنده علوم زمان، خصم مرتجعان و جباران، امام محمد باقر علیه السلام. امام محمد باقر علیه السلام، محمد ابن علی، فرزند امام سجاد، در سال 57 هجری قمری تولد یافت. مادرش از دختران امام حسن مجتبی به نام فاطمه بود. محمد ابن علی 3 ساله بود که در میان خاندان حسینی لحظه لحظه رنج‌های اسارت و زندان و پایداری کاروان حسینی در برابر ستم و جباریت یزیدی را که با پرچمداری زینب کبرا رقم خورد با تمام وجود تجربه کرد. در سال 95 هجری قمری امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید و امام باقر که 37 ساله بود رهبری جنبش را در یکی از پیچیده ترین و پرفتنه ترین دورانها عهده‌دار شد. برای عبور دادن جنبش از این سرفصل خطیر، امام باقر 2 کار سترگ را به موازات هم پیش برد. اول، مبارزه نظری علیه مدعیان ریایی دین و فقاهت و ترسیم مرزهای اسلام انقلابی با انواع گرایش‌های انحرافی که حکومت اموی با آنها دامن می‌زد. دوم، تداوم راهی که امام سجاد با شکل دادن یک جنبش مخفی نیرومند و گسترده از شیعیان رزمنده و پاکباز و آگاه آغاز کرده بود، جنبشی که از شرق خراسان تا ماورای خزر و از ری تا آذربایجان و از فارس تا کوفه و بصره و اهواز گسترده بود. از کلام آن حضرت است که لا فضیلت کل جهاد ولا جهاد کل مجاهدت الهوا، هیچ فضیلتی برابر با فضیلت جهاد نیست و هیچ جهادی اهمیت مبارزه با هوای نفس را ندارد. خلیفه اموی هشام ابن عبدالملک که خود را از جانب جنبشی که تحت هدایت امام باقر پیوسته گسترش می‌یافت در خطر می‌دید، سرانجام طی توطئه‌ای جنایتکارانه توسط والی خود در مدینه آن حضرت را مسموم کرد و به شهادت رساند. فروغ حیات امام محمد باقر علیه السلام روز 7 ذی‌الحجه سال 114 هجری در 57 سالگی خاموش شد، اما درخشش ارزش‌هایی که خلق کرد و نوری که بر مسیر جنبش انقلابی تشیع تاباند الهام بخش همه نسل‌هایی گردید که در مسیر رهایی و یگانگی و برای مجاهدت علیه سرکوب و ستم و ارتجاع و استثمار به پا می‌خیزند.